میفرماید که بگو دو چرخه سیبل بابات میچرخه، بگو فرانس بابات قد آدمس، بگو خاک انداز تو جلو بنداز، بگو متکا بخور از این کتکا، بگو پنیر برو یک گوشه بمیر، بگو شامبو بیا بغلم کامبو بگو اشرف دلم برات قشرف. بله خلاص بابات میچرخه. عرضم به خدمتتون که این سیبیل که بر روی لب بالایی ماست یک خاصیت داره. یک، سرمو که جابجا میکنم اونم باش جابجا میشه، و اگر دوران بدم اون هم باش دوران پیدا میکنه، و اگر دوران دو بعدی بدم اون هم دوران پیدا میکنه. میخوایم یه همچین سیبیلی بسازیم، چه باس بکنیم؟ خب عرضم به خدمتتون که در اینجا یک کمپوزیت جدیدی میسازم برای اینکه بتونم تدریس کنم. کامپ دو، در کامپ دو یک ویدیو وارد میکنم. این ویدیو رو کلیک راست میکنم، ترانسفورم فیت تو کامپ، و کمی اینورتر میبرم اون جایی که دیگه صورتم مسلط میشه. صدای ویدیو رو میبندم، اسمش رو میذاریم فیس، بعدش کاری که میکنم اینه که یک سیبیل اینجا داریم که من اینو با فتوشاپ با روش جدیدی که آورده و من تدریس کردم در فتوشاپ 2017 پیش رفتم، میتونید روی سایتم آپارات و یوتیوب دانلود کنید. این رو میدارم اینجا، اومد اینجا. برای اینکه کار قشنگ بشه این رو حتما در فریم اول نگه دارید که همینجا ست کنید. اسم این رو میذاریم سیبیل یا ماستاچ. خب رنگ منگش هم میتونیم درست کنیم قبل از هر کاری. در افکت ها کمی لول بهش بدیم و هر روز یه ذره قرمز یا قهوه‌ای میزنه بهش یک کروی میدیم. اینجا قرمزش رو کم کنیم، سبزش هم کم کنیم. اوکی. خب حالا مرا با این سیبیل چه می شود؟ من از امکان جدیدی می خواهم استفاده کنم در آدوبی که البته از سال 2015 اضافه شده. اگر فیس رو انتخاب کنید سیبیل فعلا خاموش. اگر این فیس رو انتخاب کنیم و با یک الیپس یک ماسک درست کنیم اینجا، و بعد بیایم اینجا رو نزدیک کنیم به اینجا، اینجا رو نزدیک کنیم به اینجا، سعی کنید پوست خلاصه دیدش، و بعد اگر بریم و در قسمت ورک اسپیس بریم سراغ موشن تریک فعاله، ریست کنیم بیاد بالا. وقتی میاد بالا اینجا موشن تریک چند تا حالت داره. با اسپیس بار فعالیت کنه پریویو، کاری نداریم، این اصلا بسته. میایم اینجا پوزیشن چی رو براتون تریک کنه. در این لیست یه قسمتی هست به نام detailed features، یعنی صورت با همه جزئیات. این یکی هم هست که فقط خطای جور صورت رو میگیره، کاری نداریم. میایم اینجا اگر set reset pose کنید این در واقع آماده میشه که عناصر صورت رو دقیق شناسایی کنه، و اگر extract کنید که بعدها یادتون میدم اندازه ها رو از روی صورت میشه کپی کرد. اوکی. من اینجا با این ابزار ترک سلکت میکنم و
دستور میدم تا این ماسک بر روی صورت ترک بشه. تکنولوژی جدیدی هست که عناصر صورت رو هم از کنج لب، لب بالا، لب پایین، سوراخ بینی، بالای بینی، چانه، ابروها، چشم داره شناسایی میکنه و همین شکلی میره تا ته این ویدیو. منتها اجازه بدید استاپ کنیم تا اینقدر شناخت. این خیلی ویدیوی بلندیه، طول خواهد کشید. من از اینجا رو alt bracket راست میزنم برش بخوره، حرف N رو میزنم تا ورک اسپیس اندازه فوتیج ها بشه، کلیک راست و کامپوزیت رو میزنم. میبینید که داره اینجا میسازه. من از اینجا آقا رو من از اینجا میرم روی قسمت track face مجدد، track camera stabilize، track motion face و البته این دیگه خراب شد تمام، این که فریم ها به درد نمیخوره. مجدد ریسیت کنیم ورکسپیس، اینجا ریسیت تا تریکینگ بیاد. اینجا میذاریم روی فیس تریکشه و از اینجا مجدد میریم. البته الان رفته رو موشن تریک، ما موشن تریک نمیخوام. اشتباه کردی، ریسیت کن. چیزی که من اینجا میخوام این نیست، پوینت هم نیست، تریکینگ ناو فیس، این چیز دیگه ایست، اون تریکی که ما میخوایم نیست. کلوز پنل، من اینجا مجبورم که اینجا رو دلیت کنم. این ترک رو ما میخواییم، نه اون ترک رو. خب من اینجا مجبورم که یک ماسک جدید رو فقط بکشم به خاطر اینکه برش زدم. البته رای دیگه ای داشت ولی زمان بر هست، همین رو دوباره جا میدیم بهتر که شما یاد بگیرید. اوکی، اینجا فیس ترک داریم، دیتیلد فیچرز بگی برو. حالا دیگه اندازه 6 ثانیه به سرعت شناسایی میشه و برای ما ترک میکنه. حالا ترک کرد، باید سیبیل رو نسبت بدیم به پوینت هایی که روی این صورت تونسته ترک کنه. در نتیجه وقتی صورت تکون میخوره سیبیل تکون میخوره. اما مشکل وقتی که دوران داریم و حالت های در واقع دورانی رو باید ایجاد کنیم. من نمیخوام از قسمت 3D استفاده کنم بخاطر اینکه فوتیج هم وارد حوزه 3D میشه و مدیریت دوربین روش اون وقت باید داشته باشه و مشکل میشه. من از اکسپرشن یا در واقع کد نویسی افتر افکت میخوام استفاده کنم و بر اساس زاویه متغیری که این پوینت ها دارن اون سیبیل رو هم در چند بود متغیر میکنم. اما مسئله اینه که وقتی ما سرمون رو میچرخونیم اگر وارد حوزه 3D بشید خب پرسپکتیو میده به اون فوتیج و شما فکر میکنید که اون چرخیده. خب این کار رو میشه با کد نویسی هم کرد، همونه. وقتی پرسپکتیو بگیره بر اساس زوایا باز هم شما فکر میکنید که اون در واقع چرخیده به سمت بعد سوم یا محور زد. اوکی، اینجا میبینید که چقدر کند داره جزئیات رو رندر میکنه و جلوی میاد. کارش نداریم، هر جا که تکون شدیدی احساس بکنه وامیسته و شما مجدد باید این رو بگذارید. من دیگه استاپ میکنم، میریم برمیگردیم وقتی کار تریکینگ صورت تموم شده باشه. این یک تکنولوژی جدید از صورت انسان رو شناسایی میکنه و عناصر رو نسبت میده به اجزای صورت به تفکیک نام، یعنی میشناسه.
میدونید که یه نرم افزار اومده به نام ادوبی کاراکتر انیمیتور. اون قصهش تقریبا شبیه اینه و این دو تا نرم افزار به هم وصلن. اونجا هم شما میتونید تو فتوشاپ نرم افزار رو تفکیک کنید و در اون نرم افزار به راحتی از طریق وبکم تکون میخورید و انیمیشن ساخته میشه. اینو من وسط آموزشش هم دارم، آموزشش تموم میشه روزی آپلود میکنم شما استفاده کنید. خب بریم برگردیم. خب let's get back to work. تموم شد و تریکینگ انجام شده. میبینید که ماسک یک تریک کرده فیس رو، و اگر اینجا رو نگاه کنید خیلی جالبه، فیس رو تفکیک کرده. اینجا هم میشه دید، اینجا هم میشه دید، به left eye, right eye, nose, mouth, cheeks and chin. و خیلی جالبه و باز دوباره left cheek, right cheek، تمام عناصر صورت رو انیمیشن کرده، بینی رو مثلا و کی فریماش رو ساخته و ترک کرد. خیلی خب، ما در مورد ماسک هیچ نیازی به این نداریم که در واقع اد شده باشه. من این اد رو باز میکنم و میذارم رو noun. خب برمیگرده تو حالت فول در footage. حالا برای این که بتونیم سیبیل رو در واقع متصل کنیم به اینجا، نیازه که من یک در واقع null object درست کنم. اینجا کلیک راست میکنم و یک null object درست میکنم، میذارمش این بالا و اینجا مثلا اسم null object رو میذاریم حرکت. خب الان در کمپوزیت اگر برگردیم، در کمپوزیت دو رو فیت کنیم. خدای من چرا این شکلی داره میاره؟ کلوز بده، خودم رو از روی دیوار پرت میکنم با این بیارش دیگه. نمیدونم کمپیوتر هفته آخر اینجا. اوکی، حالا که سیبیل رو داریم، سیبیل رو باید متصل کنیم به صورت. این صورت وقتی تک میره این ور اون ور، مثلا سیبیل هم باش بره، یا مثلا ببین الان سیبیل این وره بعد بیاد اون ور، کوچیک و بزرگ شه یا هر چیزی. کاری که میکنم اینه که میام روی حرکت، حرف پی رو میزنم پوزیشن و در واقع میام روی فیس، حرف یو رو میزنم و اینجا از روی صورت یه عنصری رو انتخاب میکنیم. مثلا یه چیز خیلی خوب روی صورت میتونه left eye هیچی، right eye هیچی، nose. میتونیم به nose tip بدیم. nose tip این nostril یعنی سوراخ چپ، سوراخ راست. bridge هم که در واقع میشه اینجا بریج، بریج میایم به نوز تیپ میدیم. بنابراین من میام اینجا و میگم که پوزیشن آلتو میرم تا اکسپریشن باز شه و میام میگم این باید تبعیت کنه از اینجا. یعنی هی آقای بینی، هر جا که رفتی تیپ تیپ ببینی، هر جا که رفتی باید پوزیشن این نال آبجکت که اینجا هست، این قرمز رنگه، اون هم با تو بیاد. بنابراین الان میبینید که قرمز رنگ شد و الان هر جا که صورت داره میره، من این رو ببندم، سیبیل رو خاموش کنم. شما ببینید الان نال آبجکت به اتفاق صورت داره حرکت میکنه. یعنی اینجا که نگاه میکنید، بگو اشرف دلم برات قش رفت. ببین اینجا رو، این چسبیده اینجا، یعنی هر جا که بینی میره داره باهاش کم و بیش میره. خب حالا که به این شکله، اجازه بدید که پس سیبیل رو فرزند نال آبجکت کنیم. و وقتی سیبیل رو فرزند نال آبجکت میکنی، حالا هر جا که صورت میره نال آبجکت باهاش میره. نگاه کنید الان که
صورت داره حرکت میکنه، نال آبجکت هم باش حرکت میکنه. البته که از اول بهتره که سیبیل رو یه جای درستی بذارید. میبینید صورت هر جا میره اون میره. فقط تنها مشکل اینه که زمانی که سر به این شکل مثلا یه جایی در میده یا عقب و جلو میره، دوران این تغییر نمیکنه. چه بکنیم؟ خب اگر بریم در مورد نال آبجکت، یعنی همین حرکت، R رو بزنیم، حالا باید روتیشنش رو نسبت بدیم به دوباره فیس و به قسمت نوز تیپ. که نوز تیپ اگر شما حرکتی داشتید، دوران هم به همون نسبت باید اتفاق بیفته. برای اینکه به اینجا برسیم، اینو من بدم بالاتر شما ببینید، روتیشن رو بدیم به نوز تیپ، باید روتیشن رو هم بهش اکسپرشن بدیم. در مورد اکسپرشن اینجا، من یک اکسپرشنی رو تهیه کردم، در کامپ یکم تست کردم، جواب گرفتم. اینجا در مورد نالی اگر یو بزنم، W اینجا هست. من اینو کنترل سی میزنم، به کامپ دو میام و اینجا کنترل وی میزنم. ببینید این اکسپرشن من هست، اکسپرشن نسبتاً خفنیست. چی میگه؟ این اکسپرشن میگه که لایه فیس و قسمت راست دهن و قسمت چپ دهن تعریف بشه به AB. مقدار A به این روش تعیین بشه که ساید A برابر است با ساب کن آ و ب رو با اختلاف یک، و مقدار ب هست ساب کن آ و ب رو مقدار صفر، و زاویه بینشون رو هم با رادیانس تو دیگری ماس ای تن دو. اینا فانکشن هایی هست که من دارم صدا میذارم در کد میشه. شما هم این رو کپی پیس کنید رفقا، این لازم نیست شما حفظ کنید این چیه. برای اینکه یه عنصری رو صورت بذارید و اینجوری بشه، میتونید از این استفاده کنید. یه پروژه دیگه هم انجام داده بودم، بالا سرم نوشته بودم تحت تعقیب، اون هم تکنیکی شبیه اینجا. اوکی، و الان اینجا قبلا در واقع وقتی اینو میاید متصلش میکنید به ماوس رایت و ماوس لفت، اینجا مینویسه دیس، بعد از اون اتصال این قسمت رو کشف میکنه. این قبلا انجام شده. انگار فیس هم که اینجا نوشته اسم همون ویدیویی که من اینجا کردمش فیس. اینجا هم که هیچ اختار خاصی به من نداد. اوکی، الان دقت بفرمایید، زمانی که دهن من میچرخه و با اینطوری میشه، سیبیل هم داره میچرخه. سیبیل اینجا میچرخه، آمیاد پایین. سیبیل نیاز داره به یه دوران هایی که عناصر روی صورت انجام میدن، و اینجا هم که دوران خیلی خوب داریم. میبینید وقتی میره اینجا، این هم باهاش میره. اوکی، من همه چی اینو درست کردم. اما یه نکته این هستش که اگر خواستید این صورت بهتر بشه، رنگش، میتونید از همین ماسک هم استفاده کنید، به ماسک میتونید افکت بدید. اوکی، پس یادتون نره دوچرخه سیبیل بابات میچرخه. خدا نگهدار.